به نام خداوند بخشنده مهربان، دنباله سوره نمل را در نوار هجدهم از آیه 75 آن به این شهر برای شما میخوانم. همانا این قرآن اکثر احکامی که بنی اسرائیل در آن اختلاف میکنند کاملا بیان خواهد کرد و این کتاب خدا برای اهل ایمان هدایت و رحمت کامل است. ای رسول ما، خدای تو میان این مردم حکم خواهد کرد که او خدای مقتدر و داناست. پس تو بر خدای دانای توانا توکل کن که تو البته رسول برحقی و حقانیتت بر همه آشکار است. همانا تو با آنکه پیغمبر به حق و هادی مطلقی، باز نتوانی که مردگان را سخنی بشنوانی و یا کران را که به گمراهی از گفتارت روی می‌گردانند به حقیقت شنوا کنی، و تو هرگز نتوانی که این کوران باطن را از گمراهی هدایت کنی. تنها آنان که به آیات ما ایمان می‌آورند می‌توانند سخن تو بشنوند و به راه حق هدایت شوند و ایشانند که تسلیم امر خدا هستند. و هنگامی که وعده عذاب کافران به وقوع بپیوندد، جنبنده‌ای از زمین برانگیزیم که با آنان تکلم کند که مردم به آیات ما از روی یقین نمی گروند. و ای رسول، به یاد امت آر روزی را که خلق به عرصه قیامت از هر قومی یک دسته را که تکذیب آیات ما می کنند برانگیزیم و آنها برای سؤال بازداشته خواهند شد، تا آنگاه که همه آمدند و خدا به آنها بفرماید که آیات مرا که به آن احاطه علمی نیافتید از جهل و خودسری تکذیب کردی، و فرمان عذاب بر آنها برسد و هیچ سخنی نتوانند گفت. آیا کافران ندیدند که ما شب را تاریک برای سکون و آرامش خلق قرار دادیم و روز را روشن؟ همانا این در وضع شب و روز آیات و نشانهای قدرت الهی برای اهل ایمان پدیدار است. و روزی را که سور اسرافیل دمیده شود، آن روز هر که در آسمان ها و هر که در زمین است جز آن را که خدا خواسته، همه ترسان و حراسان باشند و همه ذلیل به محشر در آیند. و در آن روز کوه ها را بنگری، جامد و ساکن تصور کنی، در صورتی که مانند ابر در حرکتند. قدرت خداست که هر چیزی را در کمال استحکام ساخته که علم کامل او به افعال همه شما خلایق محیط است. کسانی که در قیامت نیکوکار آیند پاداش بهتر از آن یابند و هم از هول و حراس قیامت ایمن باشند، و کسانی که بدکار و زشت کردار آیند در آن روز در آتش جهنم افتند. آیا جز آنکه جزای اعمال آنهاست؟ ای رسول بگو، من مأمورم که منحصراً خدای این مکه معظمه را که بیت الحرامش قرار داده پرستش کنم، که آن خدا مالک هر چیز عالم است، و باز مأمورم که از تسلیم شدگان فرمان او باشم، و نیز مأمورم که قرآن را به حکم وظیفه رسالت تلاوت کنم. پس هر کس هدایت یافت به نفع خود هدایت یافته و هر کس گمراه شد به زیان اوست. و بگو که من جز آن که از پیامبرانی هستم که برای ترسانیدن خلق آمده ام وظیفه دیگری ندارم. و بگو ستایش مخصوص خداست که به زودی آیات قدرتش را به شما ارائه خواهد داد تا آن را بشناسید، و خدا هرگز غافل از کردار شما نیست. سوره نمل که شامل 94 آیه بود در اینجا به پایان رسید.
می رسیم به سوره قصص که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 88 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. این است آیات کتاب خدا که روشن کننده حق است از باطل. ای رسول ما، از حکایت موسی و فرعون به حق بر تو بیان می کنیم تا تو و اهل ایمان از دانستن آن منتفع شوند. همانا فرعون در زمین مصر تکبر و گردنکشی آغاز کرد و میان اهل آن سرزمین تفرقه و اختلاف افکند و طایفه را سخت ضعیف و ذلیل کرد، پسرانشان را می کشت و زنانشان را زنده می گذاشت. و همانا فرعون مردی بسیار مفسد و بداندیش بود و ما اراده کردیم که بر آن طایفه ضعیف ذلیل در آن سرزمین منت گذارده و آنها را پیشوایان خلق قرار دهیم و وارث ملک و جاه فرعونیان گردانیم و در زمین به آنها قدرت و تمکین بخشیم و به چشم فرعون و لشکریانشان آنچه را که از آن اندیشناک و ترسان بودند بنماییم. و به مادر موسی وحی کردیم که طفلت را شیر ده و چون از آسیب فرعونیان بر او ترسان شوی به دریا افکن و دیگر بر او هرگز مترس و محزون مباش که ما او را به تو باز آوریم و هم از پیغمبران مرسلش گردانیم. آسیه از اهل بیت فرعون موسی را از دریا برگرفت تا در نتیجه دشمن و مایه اندوه آل فرعون شود و به مشیت خدا فرعون دشمن خود را بپرورد. هامان و لشکریانشان بسیار نادان و خطاکار بودند. زن فرعون گفت این کودک را مکشید که نور دیده من و توست، باشد در خدمت ما سودمند افتد و یا او را به فرزندی خود برگیریم. آنها از حال موسی بی خبر بودند. صبحگاه مادر موسی دلش فارغ بود و به حدی غم و اندوه قلبش را فرا گرفت که اگر نما دلش را بر جای نگاه داشتیم تا ایمانش برقرار ماند، نزدیک بود از درونش راز را آشکار سازد. و آنگاه مادر موسی به خواهر گفت که از پی طفلم رو و از حالش جویا شو. خواهر رفت و موسی را از دور دید و شناخت، ولی آل فرعون وی را نشناختند و ما شیر هر دایه را بر او حرام کردیم و آل فرعون با محبت قلبی که به او داشتم در پی هر دایه که پستانش را طفل بگیرد برآمدند. خاله موسی گفت آیا مایلید که من شما را بر خانواده‌ای که دایه و پرستار این طفل شوند و در کمال محبت و مهربانی او را تربیت کنند رهنمایی کنم؟ و بدین وسیله ما موسی را به مادرش برگرداندیم تا دیدارش به جمال موسی روشن شود و حزن و اندوهش به کلی برطرف گردد و نیز به طور یقین بداند که وعده خدا حق است، لکن اکثر مردم از این حقیقت آگاه نیستند. آنگاه که موسی به سن عقل و رشد رسید و حد کمال یافت، ما به او مقام و علم و حکم نبوت عطا کردیم و چنین پاداش به مردم نیکوکار می دهیم. و موسی روزی بی خبر از اهل مصر به شهر در آمد. آنجا دید که دو مرد با هم به قتال مشغولند. این یک از بنی اسرائیل بود و آن یک از دشمنان، یعنی از فرعونیان. در آن حال آن شخص بنی اسرائیل از موسی دادخواهی و یاری بر علیه آن دشمن خواست. موسی مشتی سخت بر آن دشمن زد، بدان ضربت مرگش فرا رسید و موسی گفت این کار از فریب و وسوسه شیطان بود که دشمنی شدید شیطان و گمراه ساختن آدمیان سخنی آشکار است. آنگاه موسی گفت ای خدا، من برخیش ستم کردم، تو از من درگذر،
خدا هم از او درگذشت که او بسیار آمرزنده و مهربان است. موسی باز گفت ای خدا، به شکرانه این نعمت نیرو که مرا عطا کردی، من هم از بدکاران هرگز یاری نخواهم کرد. موسی از توقف به شهر مصر بیمناک شد و مراقب دشمن بود که ناگاه آن کس که روز گذشته از او یاری جسته بود باز او را به دادخواهی خواند. موسی به او گفت تو سخت گمراهی، و چون رفت به یاری آن سبتی مؤمن و خواست دست به قبطی دشمن دراز کند که قبطی فریاد کرد ای موسی، مرا هم میخواهی مانند شخص دیروز به قتل رسانی؟ معلوم است که تو در زمین قصدی جز گردنکشی و جباری نداری و هیچ نخواهی که مشفق و مصلح میان خلق باشی. و در این حال مردی مؤمن از دورترین نقاط شهر مصر آمد و گفت ای موسی، رجال دربار فرعون در کار تو شور می کنند که تو را به قتل رسانند، به زودی از شهر بیرون گریز و بدان که من درباره تو بسیار مشفق و مهربانم. موسی از شهر مصر با حال ترس و نگرانی از دشمن به جانب شهر مدین بیرون رفت، گفت بار الها مرا از شر این قوم ستمکار نجات ده. و چون از مصر بیرون شد و سر به بیابان رو به جانب شهر مدین آورد، با خود گفت امید است که خدا مرا به راه مستقیم هدایت فرماید. و چون بر سر چاه آبی حوالی شهر مدین رسید، آنجا جماعتی را دید که حشم و گوسفندانشان را سیراب می کردند و دو زن را یافت که دور از مردان در کناری به جمع آوری گوسفندانشان مشغول بودند. موسی به جانب آن دو زن رفته و گفت شما اینجا چه می کنید و کار مهمتان چیست؟ آن دو زن پاسخ دادند که منتظریم تا مردان باز گردند، گوسفندان خود را آب دهیم و پدر ما شیخی سال خورده و فرتوت است. موسی به حال آن دختران رقت فرمود، گوسفندانشان را سیراب کرده و با حالی خسته رو به سایه درختی آورد و گفت بار الها، من به خیری که تو نازل فرمایی محتاجم. موسی دید که یکی از آن دو دختر با کمال وقار و حیا باز آمده و گفت پدرم از تو دعوت می کند تا در عوض سقایت گوسفندان ما به تو پاداشی دهد. چون موسی نزد او رسید و سرگذشت خود را برای او حکایت کرد، شعیب گفت اینک هیچ مترس که از شر قوم ستمکار نجات ابدی یافتی. یکی از آن دو دختر صفورا گفت ای پدر، این مرد را به خدمت خود اجیر کن که بهتر کسی که باید به خدمت برگزینی کسی است که امین و توانا باشد. شعیب گفت من اراده آن دارم که یکی از این دو دخترم را به نکاح تو درآورم، بر این مهر که 8 سال خدمت من کنی و اگر 10 سال تمام کنی آن 2 سال به میل و اختیار تو، و من در این کار رنج بر تو نخواهم نهاد. ان شاء الله مرا شخصی شایسته این خدمت خواهی یافت. موسی عهد را پذیرفت و خرسند شد و گفت هر کدام از 2 مدت را به انجام رسانم بر من ستمی نشده و خدا بر این قول و عهد ما وکیل است. آنگاه که موسی عهد خدمت به پایان رسانیده و با اهل بیت خود از حضور شعیب رو به دیار خیش کرد، آتشی از جانب طور دید. به اهل بیت خود گفت شما در اینجا مکث کنید که از دور آتشی به نظرم رسید، می روم تا شاید از آن خبری بیاورم یا برای گرم شدن شما شعله‌ای برگیرم. چون موسی به آن آتش نزدیک شد، به او از جانب وادی ایمن در آن بارگاه مبارک از آن درخت مقدس ندایی رسید که ای موسی هوش دار که منم پروردگار جهانیان و تو عصای خود بیفکن. چون عصا افکن بر آن نگریست، دید اژدهایی سبک خیز گردید و به فرار نهاد
و واپس نگردی. در آن حال بدو خطاب شد: ای موسی، پیش آی و مترس که تو ایمن خواهی بود. از جانب خدا بر رسالتت دو برهان الهی است. برو و به رسالت به سوی فرعون و فرعونیان که قومی فاسق و نابکارند. موسی گفت: ای خدا، من از فرعونیان یک نفر را کشته ام و می ترسم که به خونخواهی و کینه دیرینه مرا به قتل رسانند، و با این حال اگر از رسالت ناگزیرم، برادرم هارون را نیز که ناطقه اش فصیح تر از من است با من یار و شریک در کار رسالت فرما تا مرا تصدیق و تربیج کند، که می ترسم این فرعونیان سخت تکذیب رسالتم کنند. خدا به او فرمود که ما تقاضای تو را پذیرفته و به همدستی برادرت هارون بسیار بازویت را قوی می گردانیم و به شما در عالم قدرت و حکومت می دهیم که هرگز دشمن به شما دست نیابد. اینک با این آیات و معجزاتی که شما را عطا کردم به رسالت به سوی فرعونیان بروید که شما و پیروانتان بر دشمنان غالب خواهید بود. چون موسی با معجزات و آیات که حقانیتش بر همه روشن بود به رسالت به سوی فرعونیان آمد، باز گفتند: این معجزات تو جز سحری که ساختگی توست چیز دیگری نیست، و ما این گفتار و دعوی که تو داری هیچ از پدران پیشین ما نشنیده ایم. موسی گفت: خدای من به احوال رسولی که از جانب خود به هدایت خلق فرستاده داناتر است و می داند که کدام یک عاقبت خوش در دار عقبا خواهیم داشت، و محققا بدانید که ستمکاران عالم هرگز فلاح و رستگاری نخواهند یافت. فرعون با بزرگان قوم خود چنین گفت که من هیچ شکل را غیر خودم خدای شما نمی دانم، و گفت: ای هامان، خشتی در آتش پخته بگذار و از آن برای من قصری بلند پایه بنا کن تا من بر خدای موسی مطلع شوم، هرچند او را دروغگو می پندارم. فرعون و فرعونیان بناحق در زمین از فرمان حق سرکشی و تکبر کردند و چنین پنداشتند که به سوی ما باز نخواهند گشت. ما هم از اعمال آن متکبر ظالم و لشکر و اتباعش سخت مؤاخذه کردیم و همه را به دریا غرق ساختیم. ای رسول ما، بنگر تا عاقبت کار ستمکاران به کجا کشی، و ما آن قوم ظالم را پیشوایان زلالت و دعوت به دوزخ قرار دادیم، و روز قیامت هیچ کس آنها را بر نجات از عذاب دوزخ یاری نخواهد کرد، و در نتیجه اعمالشان آنها را در این دنیا در پی آنها لعن ابد فرستادیم، و هم در آخرت آنان را از زشتکاران ساختیم. و همانا ما پس از آنکه طوایفی از امم گذشته به کیفر هلاک کردیم، به موسی برای بصیرت و رحمت و هدایت خلق کتاب تورات عطا کردیم، باشد که مردم متذکر شوند. و ای رسول ما، تو آن هنگام که ما به موسی مقام نبوت و فرمان الهی عطا کردیم به جانب غربی اصلا نبودی و حضور نداشتی، بلکه ما امم و قبایلی را بیافریدیم که عمر دراز یافتند، و تو میان اهل مدین که به جهل و گمراهی میزیستند نبودی تا آیات ما را برای آنان تلاوت کنی. اما ما هر کس مانند تو لایق دانیم به رسالت می فرستیم. و تو وقتی که ما به موسی ندا کردیم به جانب کوه طور نبودی، لکن وحی ما قصص موسی و سایر رسول به مقتضیات لطف خداست، و برای این است که قومی را که برای آنان پیامبری پیش از تو نیامده از خدا بترسانی تا باشد که متذکر شوند و راه هدایت پیش گیرند، و تا اگر
بلا و عذابی به موجب کردار زشت خودشان به آنها رسید، نگویند پروردگارا چرا برای هدایت ما رسولی نفرستادی تا آیات تو را پیروی کنیم و از اهل ایمان شویم. پس هنگامی که رسول حق از جانب ما برای آنها فرستاده شد، از روی لجاج گفتند چرا به این رسول مانند موسی معجزاتی داده نشد؟ آیا این مردم پیش از این به موسی هم کافر نشدند؟ و گفتند اینها سحر و جادوگری است که موسی و هارون ظاهر می کنند. و گفتند ما به همه اینها سخت بی ایمان و بی عقیده ایم. ای رسول ما، به این مردم بگو پس شما اگر راست می گویید، کتابی که از این دو کتاب آسمانی خلق را بهتر هدایت کند از جانب خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم. پس هرگاه به تقاضای تو جواب نتوانند داد، در این صورت بدان که این مردم تنها پیرو هوای نفسند. و کیست گمراه تر از آن کسی که راه هدایت خدا را رها کرده و از هوای نفس خود پیروی کند؟ البته خدا قوم ستمکار را هرگز هدایت نخواهد کرد. و ما برای هدایت این مردم آیات قرآن را سخن پیوسته آوردیم تا مگر متذکر شوند. آنان که ما به آنها پیش از این کتاب فرستادیم، یعنی موسی و عیسی و پیروان آنها، به این کتاب آسمانی قرآن البته آنان ایمان می آورند. و چون آیات ما برای آنها تلاوت شود، گویند ایمان آوردیم که این قرآن به حق از جانب پروردگار ما نازل شده و ما پیش از این نیز تسلیم بودیم. اینان را دوبار پاداش نیکو دهند، زیرا صبر و ثبات ورزیدند و بدی را به نیکی دفع می کنند و از آنچه روزی آنها کردیم از علم و قدرت و ثروت به مستحقان انفاق می کنند. و چون سخن لغوی از دشمنان دین بشنوند، از آن اعراض کرده و گویند اعمال ما از ما و اعمال شما از شما، بروید سلامت باشید که ما هرگز مردم هرزگوی نادان را نمی طلبیم. ای رسول ما، چنین نیست که هر کس را تو بخواهی هدایت توانی کرد، لکن خدا هر که را خواهد هدایت می کند و او به حال آنان که قابل هدایتند آگاه تر است. و برخی اهل مکه گفتند اگر ما با تو اسلام را که طریق هدایت است پیروی کنیم، ما را از سرزمین خود به زودی برانند. پاسخ آنها بگو آیا ما حرم مکه را بر ایشان محل آسایش و ایمنی قرار ندادیم تا به این مکان انواع نعمت و ثمرات که روزیشان کردیم از هر طرف بیاورند؟ لکن حقیقت این است که اکثر مردم نادانند. و چه بسیار شده که ما اهل دیاری را که به هوسرانی و خوشگذرانی پرداختند هلاک کردیم. این خانهای ویران آنهاست که بعد از آنها جز عده قلیلی در آن دیار سکونت نیافت و تنها ما وارث دیار آنها بودیم. و پروردگار تو اهل هیچ شهر و دیاری را تا در مرکز آن رسولی نفرستد که آیات ما را برای آنها تلاوت کند هرگز هلاک نکند. ما هیچ دیاری را هلاک نکنیم مگر آنکه اهلش ظالم و بیدادگر باشند. و آنچه از نعمتهای این عالم به شما داده شده متاع زیور بی قدر زندگانی دنیاست و آنچه به نزد خداست بسیار برای شما بهتر و باقی تر است اگر فهم و عقل به کار بندید. آیا آن کس که ما به او وعده نیکوی بهشت ابدی داده ایم و به آن وعده البته خواهد رسید، مانند کسی است که او را از متاع دنیای فانی بهره‌مند ساختیم؟ سپس در قیامت او را برای حساب و مجازات حاضر آرم. و یاد آور روزی را که خدا آن مشرکان را ندا کند
و به توضیح و ملامت به آنها خطاب کند که کجا شد آن خدایانی که به خیال باطل خود شریکان من پنداشتید. در آن حال آنان که وعده عذابشان محق و حتمی شده، پیشوایان کفر گویند پروردگارا ما این مردم را گمراه کردیم، سببش گمراهی ما بود که خلق را هم مانند خود گمراه می‌خواستیم و امروز از پیروان خود به سوی تو بیزاری می‌جوییم که آنها ما را نمی‌پرستند. در آن روز به مردم بت‌پرست و پیروان و رؤسای گمراه گویند اینک آنان را که شریک خدا گرفتید بخوانید. آنها بخوانند ولی جوابی به ایشان ندهند و چون عذاب را به چشم ببینند آرزو کنند که ای کاش مانند مؤمنان هدایت یافته بودند و روزی که خدا خلق را ندا کند که شما چگونه به رسولان حق پاسخ دادید، اطاعت کردید یا مخالفت، پس راه هر گونه عذر و سخن آن روز برای آنها پوشیده و مسدود شده و هیچ از هول عذاب سؤال و جواب نکنند. اما آن کس که در دنیا به درگاه خدا توبه کرده و عمل صالح به جای آورد، او امید دارد که از رستگاران باشد و خدای تو هر چه خواهد بیافریند و برگزیند و دیگران را در نظم عالم هیچ اختیاری نیست و ذات پاک الهی منزه و برتر از آن است که به او شرک آورند و خدای تو به آن چه خلق در دل پنهان کنند یا آشکار سازند به همه آگاه است و اوست خدای یکتا که جز او هیچ خدایی نیست. هم ستایش در اول و آخر عالم مخصوص او و هم حکم و سلطنت جهان با او و هم رجوع اهل عالم به سوی اوست. ای رسول ما، به این مردم مشرک بگو چه تصور می کنید اگر خدا ظلمت شب را برای شما تا قیامت پاینده و ابدی گرداند؟ جز خدا کیست خدایی که بتواند برای شما روشنی روز پدید آورد؟ آیا سخن نمی شنوید؟ باز بگو چه تصور می کنید اگر خدا برای شما روز را تا قیامت پاینده و ابدی قرار دهد، جز خدا کیست خدایی که برای آرامش و استراحت شما شب را پدید گرداند؟ آیا چشم بصیرت به حکمت گردش روز و شب نمی گشایید؟ یکی از رحمتهای خدا آن است که شب و روز را برای شما قرار داده تا در شب آرام گرفته و در روز از فضل خدا طلب روزی کنید، باشد که شکر گزار نعمتهای خدا شوید. و روزی در آخرت خدا مشرکان را ندا کرده و به آنها خطاب کند که آن بتان و معبودان باطل که شریک من می پنداشتید کجا رفتند؟ و آن روز ما از هر امتی شاهدی برگرفته و گوییم اینک برهانی بر دعویهای باطل خود اقامه کنید، آنگاه رسوا شده و بدانند که حق و حقیقت با خدا و رسولان اوست و آنچه به دروغ فرا بافتند همه نابود گردند. همانا قارون یکی از ثروتمندان قوم موسی بود که بر آنها طریق ظلم و طغیان پیش گرفت و ما آنقدر گنج و مال به او دادیم که بر دوش بردن کلید آن گنج ها صاحبان قوت را خسته کردید. هنگامی که قومش به او گفتند آنقدر مغرور و شادمان به ثروت خود مباش که خدا هرگز مردم پرغرور و نشاط را دوست نمی دارد و به هر چیزی که خدا به تو عطا کرده بکوش تا ثواب و سعادت در آخرت تحصیل کنی، لکن بهرهت را هم از دنیا فراموش مکن و تا توانی به خلق نیکی کن، چنان که خدا به تو نیکویی و احسان کرده و هرگز در روی زمین فتنه و فساد بر مینگیز که خدا مفسدان را ابدا دوست نمی دارد. قارون گفت من این مال و ثروت فراوان را به علم و تدبیر خود به دست آوردم
آیا ندانست که خدا پیش از او چه بسیار امم و طوایفی را که از او قوت و ثروت و جمعیتشان بیشتر بود هلاک کرد؟ و هیچ از گناه بدکاران سؤال نخواهد شد. آنگاه قارون روزی بازیور و تجمل بسیار بر قومش در آمد. مردم دنیا طلب گفتند ای کاش همانقدر که به قارون از مال دنیا دادند به ما هم عطا می شد که وی بهره بزرگ و حظ وافری را داراست. اما صاحبان مقام علم و معرفت گفتند وای بر شما، ثواب خدا برای آن کس که به خدا ایمان آورده و نیکوکار گردیده بسی بهتر است. ولی هیچ کس جز آن که صبر پیشه کند بدان نخواهد رسید. پس از اندک زمانی ما هم او را با خانه و داراییش به زمین فرو بردیم و هیچ حزب و جمعیتی جز خدا نتوانست او را یاری کند و هیچ نصرت نیافت. صبحگاه هم آنان که روز گذشته ثروت و مقام او را آرزو می کردند با خود می گفتند ای وای، گویی خداست که هر کرا خواهد روزی فراوان دهد و هر کرا خواهد تنگ روزی کند، و اگر نه این بود که خدا بر ما منت گذاشت، اگر نه ما را هم مثل او به زمین فرو می برد. ای وای که گویا کافران را هرگز فلاح و رستگاری نیست. ما این دار بهشت ابدی آخرت را برای آنان که در زمین اراده علو و فساد و سرکشی ندارند مخصوص می گردانیم و حسن عاقبت خاص پرهیزکاران است. هر که عمل نیک آرد پاداش بهتر از آن یابد و هر کس عمل بد کند جز به همان اعمال بد مجازات نشود. یقین دان که آن خدایی که احکام قرآن را بر تو فرض گردانید البته تو را به جایگاه خود مکه یا بهشت ابد باز گرداند. تو با مردم بگو که خدای من به حال آن که محق در هدایت و آن که آشکار در زلالت است داناتر است. ای رسول، تو خود امید آن که این کتاب بزرگ قرآن بر تو نازل شود نداشتی جز آن که لطف و رحمت خدا تو را به رسالت برگزید. پس هیچگاه به کافران نصرت و یاری مکن و زنهار کافران تو را از تبلیغ آیات خدا پس از آنکه بر تو نازل شد منع نکنند. همیشه خلق را به سوی خدای یگانه دعوت کن و یک لحظه از مشرکان و عقیده باطل آنان مباش و هرگز با خدای یکتا که جز او هیچ خدایی نیست دیگری را به خدایی مخوان و بدان که هر چیزی جز ذات پاک الهی هلاک و نابود است. فرمان و سلطنت عالم با او و رجوع همه خلایق به سوی اوست. سوره قصص که شامل 88 آیه بود در اینجا به پایان رسید. میرسیم به سوره عنکبوت که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 69 آیه میباشد. به نام خدای بخشنده مهربان. آیا مردم چنین پنداشتند که به صرف این که گفتند ما ایمان به خدا آورده ایم رهاشان کنند و بر این دعوی هیچ امتحانشان نکنند؟ و ما اممی که پیش از اینان بودند به امتحان و آزمایش آوردیم تا خدا دروغگویان را از راستگویان کاملا معلوم کند. آیا آنان که کار زشت و اعمال ناشایست مرتکب می شوند پنداشتند که بر ما سبقت گیرند بسیار بد و جاهلانه حکم می کنند؟ هر کس که به لقاء ما امیدوار و مشتاق است بداند که هنگام اجل و وعده معین خدا البته فرا رسد و خدا به گفتار و کردار خلق شنوا و داناست. و هر که در راه ایمان جهد و کوشش کرد به سود خود کند که خدا از طاعت و عبادت عالمیان البته بی نیاز است.
و آنان که به خدا ایمان آورده و نیکوکار شدند ما هم گناهانشان را محو و مستور کنیم و بهتر از آن اعمال نیکشان به آنها پاداش دهیم. و ما به آدمیان سفارش کردیم که در حق پدر و مادر خود نیکی کنند و اگر آنها کوشند تا تو به من که خدای یگانه ام از روی جهل و نادانی شرکاوری، در اینجا هرگز اطاعت امر آنها مکن که رجوع شما به سوی من است و من شما را به پاداش هر عمل نیک یا بدتان که به جای آوردید آگاه می گردانم. و آنان که به خدا ایمان آورده و کار نیکو کردن، آنان را البته به بهشت در صف صالحان و رتبه نیکان آریم. و بعضی مردم از راه نفاق می گویند ما به خدا ایمان آوردیم و چون رنج و آزاری از دشمنان دین در راه خدا ببینند، فتنه و عذاب خلق را با عذاب خدا برابر شمرند و هرگاه ظفر و نصرتی از جانب خدا به مؤمنان رسد، آن منافقان گویند ما هم با شما و هم آیین شما بودیم. آیا خدا از هر کس بر دلهای خلایق داناتر نیست؟ و البته خدا هم به احوال اهل ایمان داناست و هم از درون منافقان آگاه است. و کافران به اهل ایمان گفتند شما طریقه ما را پیروی کنید، اگر به خطا رفتید بار خطاهای شما را ما به دوش می‌گیریم، در صورتی که آنها دروغ میگویند و هرگز بار گناهشان را به دوش نگیرند. آنها علاوه بر بار سنگین گناهان خود به قدر گناهان هر چرا گمراه کرده اند نیز به دوش میگیرند و از آنچه دروغ بسته اند سخت مؤاخذه میشوند. و همانا ما نوح را به رسالت سوی قومش فرستادیم، او 1000 سال 50 سال کم میان قوم درنگ کرد و خلق را دعوت به خدا پرستی نمود و اجابت نکردند و چون همه ستمگر و ظالم بودند غرق طوفان هلاک شدند و تنها خود نوح را با اصحاب کشتی او از غرق نجات دادیم و آن کشتی را برای خلق عالم آیت قرار دادیم. و یادار حکایت ابراهیم را که به قوم خود گفت ای مردم خدا را پرستید و از او بترسید، که پرستش و ترس خدا اگر بفهمید از هر چیز برای شما بهتر است. و بدانید که آنچه جز خدا می پرستید بت‌هایی بیش نیست که شما خود به دروغ ساخته اید. اینک بدانید که هرچه را به جز خدا می پرستید قادر بر رزق شما نیستند، پس از خدا روزی طلبید و او را پرستید و شکر نعمت وی به جای آرید و بدانید که باز رجوع شما به سوی اوست. ای رسول ما، اگر امت تو را تکذیب کردند، پیش از شما هم بسیاری از امم و پیغمبران خود را تکذیب کردند و بر رسول جز آن که به آشکار تبلیغ رسالت کند تکلیفی نیست. آیا مردم بارها به چشم خود ندیدند که خدا چگونه ابتدا خلقی را ایجاد می کند و باز به اصل خود برمی گرداند؟ این کار بر خدا بسیار آسان است. ای رسول، بگو به مردم که در زمین سیر کنید و ببینید که خدا چگونه خلق را ایجاد کرده، سپس نشاء آخرت را ایجاد خواهد کرد که خدا بر هر چیز تواناست. هر کرا از اهل گناه بخواهد به عدل عذاب می کند و هر کرا بخواهد به لطف و رحمت می بخشد و خلایق همه به سوی او باز می گردند. و شما مخلوق عاجز، نه هرگز خدای را عاجز در زمین و آسمان توانید کرد و نه جز خدا نگهبان و یاوری دارید. و آنان که به آیات خدا و شهود لقای او کافر شدند، آنها از رحمت من ناامیدند و سخت به عذاب دردناک گرفتار خواهند شد. باز قوم جز آن که گفتند او را بکشید و در آتش بسوزانید پاسخی ندادند و خدا او را از آتش نجات داد. و در این حکایت برای قومی که به خدا ایمان آرند آیت قدرت الهی پدیدار است.
ابراهیم باز گفت ای مردم، شما آنچرا جز خدای یکتا به خدایی برگرفتید بت‌هایی است که تنها برای حفظ دوستی دنیای خود اتخاذ کرده اید، و چون روز قیامت شود در آن روز شما هر یک دیگری را کافر دانید و به یک دیگر لعن و نفرین کنید و جایگاه ابدی تمام شما آتش دوزخ است و هیچ یاوری ابدا ندارید. پس نخست لوط به او ایمان آورد. ابراهیم به او گفت که من هجرت به سوی خدای خود خواهم کرد که او بر حفظ من از دشمن مقتدر و داناست، و ما اسحاق و یعقوب را به او عطا کردیم و در خاندانش مقام نبوت و کتاب آسمانی برقرار نمودیم و در دنیا هم به نعمت فرزندان صالح، نام نیکو و سایر نعم اجر او را دادیم و در آخرت نیز وی را از صف صالحان و همرتبه مقربان قرار دهیم. و یاد کن حکایت لوط را هنگامی که به قوم خود گفت آیا شما به عمل زشتی که هیچ کس در عالم پیش از شما مرتکب نشده اقدام می کنید؟ شما به شهوت با مردان راه فطرت زناشویی را قطع می کنید و در مجامع خود بی هیچ خجالتی به این کار قبیح می پردازید. قوم لوط جز آن که به طعنه گفتند اگر راست می گویی عذاب خدا را بر ما نازل کن، به او ابدا جوابی ندادند. لوط گفت پروردگارا مرا بر محو این قوم فاسد یاری کن، و چون رسولان ما فرشتگان عالم قدسی به ابراهیم بشارت آوردند گفتند ما به امر خدا اهل این دیار را که قومی سخت ظالم و بدکارند هلاک میکنیم. ابراهیم به فرشتگان گفت لوط هم که بنده صالح است در این دیار است. فرشتگان پاسخ دادند که ما به احوال آن که در این دیار است بهتر آگاهیم. لوط را با همه اهل بیتش غیر از زن وی که در میان اهل باقی ماند البته همه را نجات خواهیم داد. و چون رسولان ما نزد لوط آمدند، لوط از آمدن آنها اندوهگین و دلتنگ گردید. فرشتگان گفتند هیچ بیمناک و غمگین مباش، که ما تو را با اهل بیتت غیر از آن زن کافرت که در میان اهل هلاک گشت همه را نجات دادیم. ما بر اهل این دیار که فاسق و بدکارند از آسمان عذابی سخت نازل کنیم، و همانا ما از آن دیار لوط آثار خرابی را واگذاشتیم تا آیتی روشن برای عبرت عاقلان باشد. شعیب را که برادر مهربانی برای قومش بود به رسالت به سوی اهل مدین فرستادیم و او با قوم گفت که همیشه خدا را پرستید و به روز قیامت و سعادت آخرت امیدوار باشید و هرگز در روی زمین فساد و تبهکاری مکنید که آسایش دو گیتی در این نصایح است. قوم شعیب او را تکذیب کردند و نصایح مشفقانه اش را به هیچ نشمردند. به کیفر آن شبی به زلزله سخت گرفتار شدند و صبحگاه همه را در خانه هاشان مرگ به زانو در آورد. قوم عاد و ثمود را که منازل خراب و ویرانشان را به چشم می‌بینید، آنها نیز با آنکه بینا و هوشیار بودند چون شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان نیکو جلوه داد و از راه حق آنها را باز داشت همه هلاک و نابود گردیدند. و قارون و فرعون و هامان را هم که موسی با معجزات روشن به هدایت آنها آمد به او نگرویدند. و باز در زمین بر ضعیفان تکبر و ظلم و طغیان کردند و یکسر هلاک شدند و بر قهر حق سبقت نگرفته و راه نجاتی نیافتند. هر طائفه را به کیفر گناهش مؤاخذه کردیم، که بعضی را بر سرشان سنگ فرو باریدیم و برخی را به عذاب آسمانی و برخی را به زلزله زمین و گروهی دیگر را به غرق در دریا به هلاکت رسانیدیم. و خدا به آنان هیچ ستمی نکرد، لکن آنها خود در حق خیش ستم کردند. مثل حال آنان که غیر خدا را به دوستی برگرفتند حکایت خانه ایست که عنکبوت بنیاد کند، و اگر بدانید
سوسترین خانه خانه عنکبوت است. خدا بر آنچه که به غیر او بخوانید و پرستش کنید بر آن آگاه است و او بر انتقام اهل شرک و ریا مقتدر و داناست. و ما این همه مثلها میزنیم تا حقایق برای مردم روشن شود و به جز مردم دانشمند کسی تعقل آن نخواهد کرد. خدا آسمانها و زمین را به حق آفریده و در این خلقت آسمان و زمین آیت و نشانه ربوبیت کاملا برای اهل ایمان پدیدار است. آنچرا که از کتاب آسمانی قرآن بر تو وحی شد بر خلق تلاوت کن و نماز را که بزرگ عبادت خداست به جای آر، که همانا نماز است که اهل نماز را از هر کار زشت و منکر باز می دارد و همانا ذکر خدا بزرگتر و برتر از اندیشه خلق است و خدا به هر چه کنید آگاه است. جز به نیکوترین طریق بحث و مجادله نکنید، مگر با ستمکاران از آنها، و با اهل کتاب بگویید که ما به کتاب آسمانی قرآن که بر ما نازل شده و به کتب آسمانی شما به همه ایمان آورده ایم و خدای ما و شما یکیست و ما تسلیم و مطیع فرمان اوییم و ما همچنان که به رسولان پیشین کتاب آسمانی فرستادیم بر تو هم ای رسول قرآن را نازل کردیم. پس آنان که به آن کتب که برایشان فرستادیم ایمان آوردند به این کتاب نیز ایمان آرند و از این گروه اهل مکه هم بعضی ایمان آورند و بجز کافران هیچ کس آیات ما را انکار نخواهد کرد. و تو پیش از این نه می توانستی کتابی بخوانی و نه خطی بنویسی تا مبادا مبتلان منکر قرآن در نبوتت شک و ریبی کنند، بلکه این قرآن آیت روشن الهی است در لوح سینه آنان که از خدا نور علم و دانش یافتند و آیات ما را جز مردم ستمکار انکار نکنند. کافران گفتند اگر این پیغمبر خداست چرا بر او آیات و معجزاتی از جانب خدا نازل نشد؟ بگو آیات نزد خدا و به امر خداست. من که رسولم جز آن که خلق را از انتقام خدا بترسانم وظیفه ای ندارم. آیا اینان را این معجز کفایت نکرد که چنین کتاب بزرگ را ما برای تو فرستادیم و تو بر آنها تلاوت کردی که در آن برای اهل ایمان البته رحمت و پند و هدایت خواهد بود؟ ای رسول ما بگو میان من و شما گواهی خدا کافی است که او به هر چه در آسمان و زمین است آگاه است و آنان که به باطل گرویدند و به خدا کافر شدند هم آنان به حقیقت زیانکاران عالمند. ای رسول ما منکران به تمسخر از تو تقاضای تعجیل در نزول عذاب می کنند و اگر وقت معین آن در علم ازلی قیامت نبود عذاب حق بر آنها می رسید و البته ناگهانی هم نازل می شد که غافل و بی خبر بودند و این کافران از تو تعجیل عذاب می طلبند در صورتی که شراره عذاب جهنم به آنها احاطه شده است، زیرا همان کفر و اعمال زشت و طینت دوزخی و شهوت و غضب حیوانی که محیط به آنهاست اگر می فهمیدند به حقیقت احاطه آتش دوزخ است. روزی عذاب خدا از بالا و زیر آنها را فرو گیرد و بگوید امروز بچشید کیفر آنچه در دنیا عمل کردید. ای بندگان با ایمان من، زمین من بسیار وسیع است، در این صورت هر کجا باشید مرا به اخلاص پرستش کنید. هر نفسی شهد ناگوار مرگ را خواهد چشید و پس از مرگ همه رجوع به ما خواهند کرد. آنان که به خدا ایمان آوردند و به اعمال نیکو پرداختند البته آنها را به امارات عالی بهشتی که زیر درختانش نهرها جاری است منزل دهیم که در آن زندگانی ابدی کنند. آنجا چقدر پاداش نیکو به نیکوکاران عالم دهند. آنان که در راه دین خدا صبر و شکیبایی پیشه کردند و بر لطف و کرم پروردگار توکل نمودند. چه بسیار حیوانات که خود
بار روزی خود نکشند و خدا به آنها و هم به شما روزی می رساند که او شنوای دعای محتاجان و دانا به احوال بندگان است. و اگر از این کافران مشرک سؤال کنی که آسمانها و زمین را که آفریده و خورشید و ماه مسخر فرمان کیست، به یقین جواب دهند که خدا آفریده، پس چرا با این اقرار به افترا و دروغ می شتابند؟ خداست که هر کس از بندگان را خواهد وسیع روزی و یا تنگ روزی می گرداند که همانا او به صلاح حال کلیه خلایق آگاه است. و اگر سؤال کنی آن کیست که از آسمان باران نازل سازد تا زمین را به آن پس از فصل خزان و مرگ گیاهان باز زنده گرداند، به یقین جواب دهند که آن خداست، پس بگو ستایش مخصوص خدای یکتاست. آری، ولیک این حقیقت را عقل اکثر این مردم در نخواهد یافت. این زندگانی چند روزه دنیا فسوس و بازیچه بیش نیست و زندگانی اگر مردم بدانند به حقیقت دار آخرت است. این مردم مشرک نادان چون به کشتی نشینند و به خطر افتند، در آن حال تنها خدا را به اخلاص کامل می خوانند و چون از خطر دریا به ساحل نجات رسیدند، باز به خدای یکتا مشرک می شوند. تا از جهل هر نعمتی که ما به آنها عطا کرده این کفران کنند و به جای سپاس حق خدایان باطل را پرستند. آیا کافران اهل مکه ندیدند که ما آن شهر را حرم امن و امان دادیم، در صورتی که از اطرافشان مردم ضعیف را به قتل و غارت می رو بایند؟ آیا با این نعمت امنیت باز به باطل می گروند و به نعمت حق کافر می شوند؟ آیا هیچ کس از آن که بر خدا دروغ بست و رسول حق را که برای هدایت او آمد تکذیب کرد در عالم ستمکارتر هست؟ آیا جایگاه کافران ستمکار در آتش دوزخ نیست؟ و آنان که در راه ما به جان و مال جهد و کوشش کردند، محققا آنها را به راه خیش هدایت می کنیم و همیشه خدا یار نیکوکاران است. در اینجا سوره عنکبوت که شامل 69 آیه بود به پایان می رسد و به امید پروردگار بزرگ می رسیم به سوره روم که در مکه معظمه نازل شده و مشتمل بر 60 آیه می باشد. به نام خدای بخشنده مهربان. رومیان مغلوب فارسیان شدند در جنگی که به نزدیکتر زمین واقع شد، حوالی شام یا اطراف جزیره، و آنها پس از مغلوب شدن فعلی به زودی بر فارسیان باز غلبه خواهند کرد. این غلبه رومیان در اند سالی خواهد شد و کلیه امور عالم از قبل از این هم همه به امر خداست و آن روز مؤمنان شاد می شوند به یاری خدا، که خدا هر که را بخواهد نصرت و فیروزی می بخشد و اوست که بر هر کار عالم مقتدر و به تمام خلق جهان مهربان است. این وعده خداست و خدا هرگز خلاف وعده نکند، لکن اکثر مردم از این آگاه نیستند. اکثرن به امور ظاهری زندگی دنیا آگاهند و از عالم آخرت به کلی بیخبرند. آیا در پیش نفوس خود تفکر نکردند که خدا آسمانها و زمین و هرچه در بین آنهاست همه را جز به حق و برای حکمت و مصلحت و به وقت معین نیافریده است؟ و بسیاری از مردم چون فکر در حکمت خلقت نمی کنند، به شهود لقای خدا در عالم غیب و وعده ثواب و عقاب بهشت و دوزخ و قیامت به کلی کافر و بیعقیده اند. آیا در زمین سیر نکردند تا عاقبت کار پیشینیانشان که از اینها بسیار توانا بودند و بیش از اینها در زمین کشتزار و کاخ و امارت برافراشتند و رسولان خدا با آیات و معجزات برای هدایت آنان آمدند
و آنها نپذیرفتند و بعد به کیفر کفر هلاک شدند و خدا درباره آنها هیچ ستم نکرد بلکه آنها خود در حق خیش ستم کردند. آخر سرانجام کار آنان که به آن اعمال زشت و کردار بد پرداختند این شد که کافر شده و آیات خدا را تکذیب و تمسخر کردند. خداست که خلق را نخست از عدم پدید آورد و باز به مرگ باز گرداند و آنگاه به قیامت رجوع به حضرت او خواهند کرد و روزی که ساعت قیامت برپا شود آن روز بدکاران شرمنده و اندوهگین شوند و هیچ شفیع و مددکاری بر خود از آن که شریک حق گرفتند نمی یابند بلکه به آن شریکان و خدایان باطل کافر می شوند و از آنها بیزاری می جویند. روزی که ساعت قیامت برپا شود در آن روز خلایق فرقه فرقه شوند، اما آن فرقه که به خدا ایمان آوردند و به نیکوکاری پرداختند در آن روز مسرور و محترم به باغ بهشت منزل گیرند، و اما آن فرقه که کافر شدند و آیات ما و حیات آخرت را تکذیب کردند آنان را در عذاب دوزخ حاضر کنند. پس به فکر آن روز بزرگ باشی، خدا را هنگام شام و صبحگاه در نماز مغرب و صبح تسبیح و ستایش گویی و سپاس اهل عالم در آسمانها و زمین مخصوص اوست، و شما نیز در تاریکی شب و نیمه روز در نماز عشا و ظهر و عصر به ستایش او مشغول شوید. این دو آیه مشتمل بر ذکر همه نمازهای پنجگانه است. آن خدایی که زنده را از مرده و مرده را از زنده بیرون آورد و زمین را پس از فصل خزان و مرگ گیاهان باز زنده گرداند، همین گونه شما را هم از خاک بیرون آورد. و یکی از آن قدرت خدا این است: پدر شما آدمیان را از خاک خلق کرد، سپس که بشری شدید در همه روی زمین منتشر گشتید. و باز یکی از آیات لطف الهی آن است که برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در او آرامش یافته و با هم انس گیرید و میان شما رأفت و مهربانی برقرار فرمود، و این امر نیز برای مردم با فکر آشکار است. و یکی از آیات قدرت الهی خلقت آسمانها و زمین است، و یکی دیگر اختلاف زبانها و رنگهای شما آدمیان، که در این امور نیز ادله سن و حکمت حق برای دانشمندان عالم آشکار است. و یکی از آیات حق همین که شما در شب و روز به خواب رفته و بیدار می شوید و از فضل خدا طلب روزی می کنید. در این امر هم ادله قدرتش برای قومی که سخن حق بشنوند پدیدار است. سوره روم تا آیه 23 آن در این قسمت از نوار به پایان می رسد. دنباله سوره را در نوار 19 به آگاهیتان می رسانیم.